مهمان من در این برنامه نویسنده است که هم داستان می نویسد و هم درباره مسائل واقعی و حاد اجتماعی به خصوص مسائل زنان از جمله درباره زنان افغانستان و نقش آنها در ملت موضوعی که بیش از 18 سال است دغدغه دولت های امریکا بوده و هست شریل بنارد اخیرا در مقاله از زنان فمینیست افغانستان انتقاد کرد که اونطور که باید شاید برای احقاق حقوقشان فعال نیستند او به زنان افغان توصیه کرد که نباید فعالیتشان به نوشتن مقاله در نشریات کشورهای غربی محدود شود انتقادی که به مذاق بسیاری از زنان فعال افغانستان خوش نیامد و با انتقادهای گسترده مواجه شد آیا او واقعیات امروز افغانستان را میگوید یا اونطور که متهم شده انتقاد او از روی ناشنایی با نقش امروز زنان در جامعه است شریل برنارد خوش آمدید به برنامه سلام خیلی خوش وقت هم از شرکت در این برنامه در مقاله شما که در مقدمه هم به اون اشاره کردم عملا شما به زنان افغان میگید که ما یعنی ایالات متحده امریکا همه چیز رو برای شما فراهم کردیم از تثبیت حقوقتون در قانون اساسی گرفته تا ساختن خوابگاه و مدرسه برای دختران و غیره و حالا نوبت شماست که مسئولیت قبول کنید و فعالتر باشید یا به تعبیر شما در مقالتون این بار را به دوش بکشید چه باعث شد که این رو بگیر؟ من نگفتم ما همه چیز رو براتون فراهم کردیم. مقاله من اصلا چنین چیزی نمیگه. چیزی که من گفتم اینه که تغییر دادن و به جلو بردن یک جامعه و تغییر دادن دیدگاهش نسبت به جایگاه زن، وظیفه افراد درون همون جامعه است از بیرون نمیشه این کار رو کرد میشه کمک کرد و آمریکا 17 ساله که داره کمک میکنه و در این مدت مسائل زنان رو بسیار جدی گرفته برنامه های آموزشی متعددی داشتیم که به زنها آموزش میداد که چطور نقش رهبری داشته باشند و در سیاست و اقتصاد فعال باشن همونطور که گفتید خوابگاه ساختیم روی تأمین مالی مدارس دختران خیلی کار کردیم بنابراین واکنش هم به مقاله های زیادی از فمینیست های افغان در مطبوعات آمریکا بود که میگفتند آمریکا داره خودش رو کنار میکشه و باید تا رسیدن به هدف در افغانستان بمونه. پاسخ من اینه که آمریکا نمیتونه این هدف رو به طور کامل محقق کنه و الان بزرگترین مانع بر سر راه زنان ادامه خشونت هاست و این خشونت نیازمند یک توافق صلح زنانی که این مقاله ها رو می نویسن مخالف توافق صلح و میگن جنگ رو تا شکست کامل طالبان و تحقق برابری زن و مرد ادامه بدیم ولی این سناریوی ایدئال با واقعیت های میدانی تطابق نداره with the war again, until the Taliban is completely defeated and until women's equality is achieved but that's not the situation on the ground that would be ideal So yes. basically you didn't expect <laughs> the <of> <laughs> از یک گروهی چرا؟ وقتی میگید زنان افغان این زنان افغان نیستن که به مقاله من واکنش نشون میدن یک گروه خاص نسبتا کوچک از زنان شهرنشین کابلی که هم شخصا و هم از طریق سازمانی که تأسیس کردند خیلی به حمایت آمریکا وابسته شدن و از منابع مالی آمریکا بهره مند شدن و تعجبی نداره که نمیخوان این حمایت قطع بشه اما این نگرانی گروه محدودیه اگر نگران زنان افغانستان به طور کلی هستید عامه زنان افغانستان میگن چطور میشه خشونت رو متوقف کرد تا زندگی ما و اقتصاد ما به حالت عادی برگرده و وضع سلامتمون بهتر بشه ولی بسیار از کسانی که از مقاله شما انتقاد میکنند خودشون هم در زمینه صلح فعالند و با سایر زنان افغان در تماسند و از نظر اونها مقاله شما یه مقدار متکبرانه بود اونها میگن که مقاله شما سالها مبارزه زنان افغان در راه برابری رو که از اوایل قرن بیستم شروع شد نادیده میگیره و انتقادشون اینه که شما افغانستان رو طوری ترسیم می کنید که انگار از سال 2001 برای دست امریکایی ها خلق as if it was created uh, by the american uh, after 2001 شما اینجا دارین به یکی از چیزهایی اشاره میکنین که من در جواب واکنش ها گفتم و این برای من معیوز کننده بود چون اگر این زنان میخوان که بخشی از دیالوگ در سطح ملی باشن باید بتونن استدلال های منسجم و منطقی ارائه بدن و صادقانه بگم خیلی از استدلال ها زد و نقیز بودن نه فقط استدلال های افراد مختلف بلکه استدلال های یک فرد خاص نمیتونید از یک طرف بگید که اگر کسی گفت فقط با کمک خارجی میشه به هدف رسید به زنان افغان توهین شده و همزمان بگید که کمک خارجی باید باقی بمونه تا زمانی که به هدف برسیم این یک تناقضه متاسفانه باید به توصیف شما هم انتقاد کنم که میگید این سازمان ها با بقیه کشور و زنان افغانستان ارتباط دارن بعضی از اونها قطعا اما در مورد خیلی هاشون حقیقت نداره و برای من غم بود که خودم رو با یک یا دو جمله در بیانیه طالبان در مسکو موافق ببینم وقتی مثلا میگن خیلی از این فمینیست های شهرنشین از بقیه زنان افغانستان بیخبرن به مناطق اونها نمیرن ارتباطی با زنانی ندارن که مشکلشون مثلا مرگ و میره بالا هنگام زایمانه به مسائل این چنینی نمیپردازن در حالی که اگر میخواین به زنان افغان کمک کنید باید از اینجا شروع کنید مسئله طول عمرشون کیفیت زندگیشون نگرانی از زنده موندن اعضای خانوادهشون اینها مشکلات اصلی بیشتر زنان افغانه نه اینکه بریم یک دوره آموزشی دیگه در سوئد به خرج مالیات دهنده آمریکایی ببینیم یک ذره دارم اقراق میکنم ولی آری از واقعیت نیست I'm But uh, you understand ولی uh, well, uh, متوجه هستید که در این سالهای اخیر و از جمله به واسطه نارد. کمک امریکا نسلی از زنان افغان به میدان اومدن که در های مختلف مشغولند، از موسیقیان تا هنرمند و همه جور مشاغل دیگه. برای اونها درک طالبان و کارنامهشون در قبال زنان دشواره. آیا قبول ندارید که حق دارن از شریک شدن طالبان در قدرت احساس تهدید بکنن؟ don't من یک پژوهشگر علوم سیاسی هستم نه یک فعال سیاسی و ایدئولوژیک البته که من اونها رو میفهمم و خیلی دلم میخواست که در این 17 سال گذشته طالبان رو شکست میدادیم مشکل اینه که با واقعیت هایی رو هستیم که ادامه وضع موجود رو تجویز نمیکنه این خیلی تاسف باره و ارتش آمریکا از این بابت ناخرسنده. در 17 سال گذشته روی مختلفی رو امتحان کردیم. دو عملیات نظامی عمده داشتیم. 132 میلیارد دلار پول زیادیه که صرف توسعه زیرساخت‌ها کردیم. اگر فکر می‌کردیم که روند مثبتی وقتی با تعدادی دستانداز داریم به جلو حرکت می‌کنیم، ادامه این وضع منطقی می بود. اما واقعیت تلخینه که همچین چیزی نیست و اوضاع داره حتی بدتر میشه. سازمان هایی که یک جهت ایدولوژیکی ندارند یا اگه دارند خیلی همسو با فمینیست های افغان هستند مثل دیدبان حقوق بشر، پزشکان بدون مرز، شورای پناهندگان نروژ، یوناما، آمار خیلی نگران کننده ای ارائه میدن. من اینها رو خوندم. مثلا دیدبان حقوق بشر میگه دو سوم دختران افغان مدرسه نمیرن بله بعضی هاشون در بامیان تیم اسکی تشکیل دادن و بعضی هاشون ساز میزنن یا در کابل بیزنس دارن ولی اینها شرایط رایج نیست شرایط رایج اینه که وضعیت اکثر زنان افغانستان بهتر نشده و داره بدتر میشه دلیلش هم ادامه خشونت هاست بله، تاسف باره. من دلم میخواست که میتونستیم ادامه بدیم و هایی که در بعضی مناطق شهری برای یک قشر کوچکی از زنان محقق کردیم به بقیه مناطق گسترش بدیم. ولی به نظر میاد که اوضاع اینطوری پیش نمیره. اینطوری پیش نمیره. در واقع جان کلام مقاله شما و چیزی که اینجا هم میگید اینه که اصل تلاش باید برای رسیدن به صلح باشه و رسیدن به یک نوع توافقی با طالبان که به جنگ پایان بده این اولویت اصلی امریکاست در حال حاضر همچنین از مقاله شما این طور برمیاد که طالبان روی به زنان رو تغییر دادند. آیا فکر میکنید طالبان عوض شدند؟ من چنین چیزی نگفتم گفتم اگر خودم رو جای این زنان فمینیست افغان بذارم که نمیخوان دستاوردهاشون را از دست بدن و من هم نمیخوام که از دست بدن اون وقت نمیرفتم در روزنامه های آمریکایی مقاله بنویسم که در ضمن لحن متهم کننده و متوقعانه ای هم دارن که حق ندارید از افغانستان برید و خودتون شروع کردید و خودتون هم تمومش کنید این لحن ناراحت کننده است اما گذشته از این من تمرکزم رو جای دیگری میگذاشتم مثلا اینکه طالبان چیزهایی میگن که خیلی هم بد نیست وقتی بیانیه مسکو رو بخونید آیا میشه باورشون کرد؟ و در مناطق تحت کنترل طالبان چطوره؟ زنان اون مناطق چی دارن به ما بگن؟ اگر من واقعا یک سازمان زنان در سطح ملی هستم، باید در اون یک سوم کشور هم که تحت کنترل طالبانه حضور داشته باشم و بتونم از اونجا اطلاعات کسب کنم. تلاش میکردم باهاشون صحبت کنم و خطهای قرمزی مشخص کنم که روی اونها در توافق صلح پافشاری بشه. اون حداقلی که برای زنان میخوام در توافق صلح تضمین بشه چیه؟ اما زنانی که بهشون انتقاد دارم اونهایی هستند که با توافق صلح مخالفن چون میخوان اوضاع مثل چند سال اخیر باقی بمونه. دلارها همچنان سرازیر بشه و سربازان آمریکایی باقی بمونن و من فکر نمی کنم این در حق آمریکا عادلانه باشه فکر می کنم به هیچ وجه برای افغانستان مفید نیست اگر به بیشتر مشکلات افغانستان نگاه کنیم نتیجه خشونت هستند یک میلیون و صد هزار بی خانمان شده داریم گرسنگی و مرگ و میر زنان دوباره داره بالا میره چون اگرچه ما ما تربیت کردیم نمیخوان یا نمیتونند به مناطق ناامن فقیر برن که بهشون نیاز دارن وجه مشترک بزرگترین مشکلات افغانستان تقریبا همیشه ادامه خشونت و متاسفانه دلیل اینه که طالبان حذف نشدن پس اگر صلح میخوان باید باهاشون حرف بزنید <متصفح> But by talking to them is basically we know ولی اگر باهاشون صحبت کنیم میدونیم که طالبان بارها گفتن که قانون اساسی قرون افغانستان را نمیپذیرند و همچنین میخوان یک جور قانون شریعت اسلامی که اونها بهش اعتقاد دارند در قانون اساسی آینده گنجونده بشه و این یعنی بعضی از حقوق زنان از دست میره وقتی شما میگید که باید با طالبان گفتگو کرد و اولویت باید صلح باشه آیا دارید به زنان افغان میگید که باید از بعضی از حقوقشون دست بکشن فکر می کنم برای طرح چنین سوالی خیلی زود باشه. بله این چیزیه که طالبان میخوان. ولی اونا خواهان پایان جنگ هم هستند و گرنه پای میز مذاکره نمی حالا چقدر حاضرن امتیاز بدن شرایط ایدالشون اینه که میگن وقتی میگن قانون اساسی رو نمیپذیرند منظورشون کدوم بخش هست؟ چه تغییراتی مورد نظرشونه این به این معنی نیست که باید قبولش کنیم به این معنی نیست که اصلا توافق صلحی به نتیجه برسه این یعنی باهاشون صحبت میکنیم طالبان اول حاضر نبودن با دولت صحبت کنند اون موضع حالا تغییر کرده بعد یک مشکلی پیش اومد چون هیئتی که دولت افغانستان میخواست بفرسته یکم بزرگ بود رو راست باشیم 250 نفر برای مذاکرات مقدماتی صلح یکم زیاده بنابراین بده زیادی در کار خواهد بود و من به عنوان یک زن باید فکر کنم حاضرم چی بدم و چه چیزی رو حاضر نیستم بدم خط قرمزهای مطلقم کجاست و من چنین روی کردی رو نمیبینم وقتی طالبان میگن همه حقوق زنان در ارتباط با کیفیت زندگی شرکت در جامعه فعالیت اقتصادی آموزش همه در اسلام هم تزمین شده معنیش چیه منظورشون چیه؟ آیا مثلا یعنی دبیرستان دختران و پسران را از هم جدا میکنن میتونیم قبولش کنیم من احتمالا به این رضایت میدم یا منظورشون اینه که دخترها فقط تا مدرسه ابتدایی درس بخونن من حاضر نیستم به این رضایت بدم باید ببینیم منظورشون چیه؟ ولی کسی دنباله این نیست همچنین. ببخشید؟ ولی آیا شما این حرف های طالبان رو باور می کنید؟ درست می اخیرا این چیزها رو گفتند ولی آیا شما حرفشون رو باور می اگر به آمار نگاه کنید، اگر به کارنامه اونها همین الان نگاه کنید مثلا کنترل بخش عمده قزنی رو در اختیار دارند و اگر به قزنی نگاه کنید، تقریبا هیچ دختری دبیرستان رو تموم نمیکنه در حالی که در نقاط دیگری در افغانستان فارغ و دبیرستان بین دخترها و پسرها تقریبا پنجا پنجا یعنی این کارنامه همین الان طالبانه صرف نظر از اون که در گذشته می کردن از غزنی آمار دقیق ندارم ولی مطمئنم که عده پسرانی هم که دبیرستان رو تموم میکنن خیلی از دخترها بیشتر نیست چون مشکل اونجا اینه که کل سیستم از کار افتاده فکر نمی کنم پسرها همونجا تحصیل درست و حسابی داشته باشن. آیا من حرف طالبان رو باور می کنم؟ وقتی میگن حقوق زنان در اسلام تضمین شده این یک جمله مبهمیه. معنیش چیه؟ بستگی داره منظور از حقوق زنان چی باشه و اینجاست که باید ازشون بخواین منظورشون رو مشخص کنن. بگید منظور من از حقوق زن برای آموزش این چیز هاست. آیا منظور شما هم همینه؟ آیا داریم درباره یک چیز حرف میزنیم؟ البته سوء تفاهم نشه. من طرفدار طالبان نیستم و نمیگم این یک شرایط خوشایندیه و ما خوشحالیم. من میگم این واقعیت ها وجود داره و با توجه به این واقعیت ها بهترین نتیجه چی میتونه باشه؟ و اگر نتیجه قابل قبولی به دست میاد اون وقت بله جنگ باید ادامه پیدا کنه همه گفتگوهای صلح همینطور هستند اما دیدبان حقوق بشر همون که میگن دو سوم دخترها مدرسه نمیرن دلیل اصلی این به گفته اونها این نیست که هیچ قدرت مذهبی یا سیاسی دخترها رو از مدرسه رفتن منع میکنه دلیلش ناامنی، نبودن مدرسه، دوری مدرسه یا ادامه نگاه سنتی خود خانواده هاست که یا دخترها رو زود شوهر میدن یا میخوان خونه بمونن و وظایف خانداری رو یاد بگیرن. ولی چیزی که شما اشاره کردید برای من هم جالبه. اینکه بفهمیم طالبان در مناطق تحت کنترلشون چطور حکومت میکنن. آیا زنها به درمانگاه دسترسی دارند؟ اگر مدارس دخترانه هست و جنگ و بی نیست، آیا به دخترها اجازه مدرسه رفتن میدن؟ من نه فقط از زنان افغان که از اندیش کرده های آمریکایی هم مایوس شدم که چنین تحقیقاتی نمی کنند در حالی که امکان پذیره دانستن این چیزها خیلی مفیده به بعضی سنت های خانوادگی اشاره کردید در مقالتون هم به روی کرده سنتی پشتون ها در قبال زن ها اشاره می از جمله این به اصطلاح قوانین ناموسی و معتقدید که غیر اسلامی است و نباید اجرا بشن. و میگید که زنان افغانستان دارم از اون نقل قول باید اطمینان حاصل کنند که اسلام در صحیح ترین و امروزی ترین تفسیرش اجرا بشه و بعد ادعا می کنید که اگر با طالبان هوشمندانه برخورد بشه به متحدی برای زنان در مبارزه با این سنت های پشتون ضد زن تبدیل خواهد شد Well, for example, you know, this... خب از من خیلی انتقاد شد نه به این دلیل که با حرف من درباره قوانین ناموسی پشتون مخالف بودند بلکه گفتن گروه های قومی دیگر هم مشکلاتی دارند و نباید فقط روی پشتون ها تمرکز کردند. و من این رو میپذیرم و موافقم اما مشکلات پشتون ها پر رنگ تر هستند چون در شرایط فرهنگی امروز افغانستان پشتون ها گروه قومی پررنگتری هستند مثلا یک سنت پشتون هست که بچه خودشون رو که هنوز متولد هم نشده به عنوان عروس به دوستشون میدن و این کاملا غیر اسلامیه چون در اسلام خیلی روشن اومده که عروس باید با ازدواج موافقت کنه و طبیعتا اگر هنوز متولد نشده باشه یا نوزاد باشه این غیر ممکنه. این یک مثاله افغانستان سنت های خیلی نفرت انگیز دیگری هم داره مثلا اگر نزایی بین دو خانواده باشه خانواده مقصر برای راضی کردن خانواده مقابل به اونها یک دختر میده که عملا یک برده است و با اون دختر بدرفتاری میشه چون همچنان از خانواده او عصبانی هستند و در اسلام چنین چیزی اصلا مجاز نیست بنابراین من متوجه سنت هایی که میگید هستم سوال من اینه که طالبان چطور میتونن متحد زنان افغان برای مبارزه با این سنت ها باشن اونها خودشون مشغول پیاده کردن در بیانیه مسکو گفتند و به طور مشخص به سنت های ضد اسلامی اشاره کردند. بنابراین میشه سعی کرد در گفتگوها به حرف خودشون استناد کرد و گفت منظورتون همین سنت هاست؟ آیا با اینها مبارزه میکنید؟ نکته دیگر همینه که بفهمیم رهبری طالبان و حکمرانان محلی اونها چقدر اسلام رو میشناسن. چون مشکل دیگر در خیلی از کشورها از جمله افغانستان اینه که کسانی هستن که فکر میکنن میدونن اسلام چی میگه ولی ممکنه حتی بی سواد باشن و هرگز قرآن رو به زبونی که میفهمن نخونده باشن. شاید به عربی حفظش کرده باشند ولی عربی ندونن همچنین ملاهای روستایی بی سواد رو داریم که چیزی که پدر به عنوان اسلام براشون تعریف کرده شفاهی به نسل بعد منتقل میکنن بنابراین جالب کشف کنیم سطح دانش اسلامی اونها چقدره و تا چه اندازه حاضرن گوش بدن به اسلام شناسان کشورهای اسلامی پیشرو که دارن قانون اسلام رو به نحوی که برای حقوق بشر و حقوق زنان مفید پیاده میکنن اسلام شناسان و دانشگاهیانی در سراسر جهان اسلام هستند که چیزهای و کاربردی و مفیدی نوشتن و تفسیر کردن. باید اینها رو هم وارد گفتگوها کرد. دلیل اصلی اینکه از مسئله زنان در افغانستان گفتیم میزان واکنش ها به مقاله شما بود ولی مسئله فقط حقوق زنان و به خطر افتادن دستاوردهای زنان نیست اگر طالبان دوباره به قدرت برسند، میراسه فرهنگی غنی افغانستان چه سرنوشتی خواهد داشت میدونیم که طالبان با مجسمه های بودا در بامیان چه کردند چطور میشه بهشون اعتماد کرد که از میراث فرهنگی افغانستان محافظت کنند خیلی خوشحالم که این رو مطرح کردید. کاملا موافقم و من خودم به دوستانم گفتم که پشت میز مذاکرات صلح نه تنها زنها و دولت افغانستان، بلکه بودا هم باید حاضر باشه. که البته این رو به کنایه گفتم چون واقعا اولین تصویر بسیار شوکه کننده و مشمئز کننده که طالبان رو به ذهن ما میاره همین کاریه که در بامیان کردن. و این گنجینه های با ارزش و جایگزین نشدنی رو که افغان ها خیلی دوست داشتند نابود کردند. این مجسمه ها بخش بزرگی از هویت ملی آنها بود. نه به دلایل مذهبی بلکه به دلیل همین میراث فرهنگی که شما گفتید و دلیل دیگر که بسیاری از افغانها به من میگفتند که این مجسمه ها یک شاهکار مهندسی به جامانده از نیاکانشون بوده. یعنی می دیدیم چه پیشگامانی در صنعت و تکنولوژی و دانش در افغانستان زندگی می کردن که تونستن یک همچین شاهکار بزرگی رو طراحی کنند و بسازند. این موضوعیه که من چیزی ازش نشنیدم و خیلی امیدوارم در گفتگو با طالبان مطرح بشه. همه میگن افغانستان در 17 سال اخیر خیلی تغییر کرده. مردم و زنان تحصیل کرده شدن. مراکز شهری توسعه پیدا کردن. آیا طالبان هم به همین موازات در بعضی از زمینه ها تغییر کردن؟ آیا میفهمند که اینها گنجینه های ملی هستند نه بوت هایی که باید منفجرشون کرد اگر قرار باشه طالبان برگردن آیا باید بریم موزه کابل و محتویاتش رو نجات بدیم و قایم کنیم اگر طالبان برگردن در این هیته چه کارهایی خواهند کرد من خیلی دلم میخواد حرفشون رو بشنوم و تضمین در این زمینه داده بشه چون این گنجینه ها نه فقط برای هویت ملی افغان ها مهم هستند بلکه برای اقتصادشون هم اهمیت دارن اگر به فکر صنعت جهانگردی در آینده باشیم صد <iance> خیلی درباره زنان افغان صحبت کردیم ولی از اونجایی که شما در زمینه مسائل زنان و حقوق زنان در سطح جهانی خیلی مینویسید و فعال هستید درباره وضع فعلی زنان ایران چه فکر می‌کنید well, البته فقط بحث زنان نیست وضعیت حقوق بشر در ایران خیلی نگران کننده است پیشرفت زیادی دیده نمیشه گاهی نوسانی هست انگار یک ذره بهار ایرانی داره از راه میرسه ولی بعد میشنوید که اشخاص رو در زندان اوین یا زندانهای دیگه شکنجه کردن یا کشتن و آدم خیلی غمگین میشه برای مردم ایران که استحقاق وضعیت خیلی بهتری رو دارن هم زنها هم مردها tragic ولی زنان چطور؟ به نظر میاد که زنان در خط مقدم مبارزه برای حقوق بشر و آزادی هاشون هستند. Yes, many are very They are in the... بله، خیلی از اونها خیلی شجاعن و کارهای نمادین میکنند خودشون رو در هنر بیان میکنند. ولی فکر نمی کنم که در ایران مسئله زنان مثل افغانستان پر رنگ باشه. یک مشکل کلی حقوق بشر هست. به همون تعداد از مردان هم شکنجه و زندانی میشن. روزنامه نگاران. یعنی به شغل بستگی داره. فکر می کنم از نظر دسترسی به تحصیل و مشاغل وضعیت زنان ایران اونقدر ها هم بد نیست و مطمئنم که این باعث میشه محدودیت هایی که در دیگر جنبه های زندگی شخصیشون دارن حتی آزار هم بشه و کیفیت زندگیشون Right. Okay, uh, uh, وقتی رو به اتمام میخوام فقط یک سال دیگه ازتون بپرسم یک سال شخصی اگر اشکال نداشته باشه. شما درباره افغانستان و خاورمیانه به تفصیل نوشتید. کدام یک از این دو جمله درسته؟ شما به واسطه شوهرتون آقای خلیلزاد مجذوب این بخش از جهان شدید یا اینکه علاقتون به خاورمیانه و افغانستان شما را مجذوب آقای خلیلزاد کرد خب علاقه من به خاورمیانه زودتر پیدا شد و همین باعث شد که با او آشنا بشم چون من به جهان اسلام و خاورمیانه علاقه مند بودم و رفتم برای تحصیل در دانشگاه آمریکایی بیروت و اونجا باهاش آشنا شدم و باید بهتون بگم که در سن 17 سالگی سیاست دلیل اصلی شروع این رابطه با او نبود. بسیار درسته و در آلمان هم در چند فیلم بازی کردید. درسته وقتی بچه بودم بله حسابی تحقیق کردیم خیلی متشکرم خانم بنارد که مهمان برنامه بودید ممنون من هم ممنونم